سلام، چطوری؟ امیدوارم که صدامون خوب بشنویم. من تهاجمم و میرم هم تو مشهد که میخوام چشم رو عمل کنم. کنارم که هواپیما حتی خالیه، من یه نفرم دارم میرم. همه رو میخوام براتون ویدیو بگیرم. چقدر بی کلاس شدن، قبلنها بهتر چیز دست میدادن. رسیدم، منتظرم بیان دنبالم. همین دیگه شمدیم. بچه ها من اومدم عمل کنم، امیدوارم که صدام بشنوین. اینجا این هزینه هاش برای تصویر برداری اینا 2500 پیش ماینه و اینا 900 و نه 96. بعد دیگه الان باید برم توی بینایی سنجی هم انجام بدم. بعد دوباره باید برم یه طبقه پایین تر اونجا تصمیم برداری. بعدش دیگه میخواییم بریم پیش دکتر معاینه کنم. دکتر هم اینه این سیامک زارعی قنواتی. بایی من بعدش رفتم بینایی سنجی، بعد دیگه رفتیم تصویر برداری. الان هم یه سر قصه ریختم تو ششمم. زنده ایم؟ آره. دوباره؟ حتی سه باره؟ تو رو خدا من میسوخت. حالا خوب شد؟ همینه میخواستیم؟ یه قطره بازم میسوزه؟ یا خدا چی داری فیلم؟ چشم دار عشق های در رسولی ها موجود که میبینه داری قطعه بودن. سه بار ششم قطعه شد. انقدر میسوزه انگار آب پیازو کردن تو چشم. من الان سه بار قطعه ریختم و دوباره باید برم معاینه چشم بیای سنجی رو انجام بدم دیگه. بعدش بریم شد. من این که داده شده من دیگه همه یه کارمو انجام دادم. برای پنجشنبه نوبت عمل گرفتم و اینا رو بهم دادن و پروندم و همه اینا دیگه. خب بچه یه آپدیت بدم، من کاری عملم انجام دادم، الان فردا عمل دارم. 4 تا قطره هست که باید هر این اشکی مصنوعی یا هر 2 ساعت، بقیه قطره هر 6 ساعت تا روز عملم بریزم. بعد دیگه فردا برم عمل کنم دیگه. اینا قطره ها من، حالا اینا رو داشته باشین، بقیه رو هم در ادامه میگیرم. های به صبح روز عمل خوش اومدین. من دارم میرم کلینیک کارم انجام بدم و عمل کنم دیگه. من بس بگم خانمایی که نوبت عمل دادین صورتاتون شسته باشه، آرایش نداشته باشید، وگرنه از اتاق عمل براتون میگردیم. دارم میگیم نه Thank you.
عمل میکنم تو چششون نه. موفق باشی. رفتم عمل کردم دیگه، الان اومدم. عملش خیلی کم طول کشید. بعد دیگه الان باید دارو برم خونه. قصر رو نست بریم بریم قصر رو نست بریم سالش بکنیم. الان یه دونه احساس مثلا اینو برم ببین. عملش خیلی راحت بود. مثلا اینجوری بود که تو یه دونه دستگاه میداشتن چشاتو با میکردن، بعد یه لنز میداشتن تو چشات، بعد دیگه از اونجا باید خیلی چیزی رو متوجه نمیشدی، چون که مثلا اینا رو بردارم. حالا بعد از اونجا به بعد خیلی چیزی متوجه نمیشدی، مثلا یه حالت اینجوری یه نوری بود بعد بهش نگاه میکردی، بعد قبلش هم مثلا بیهستی میزن. بعد فقط احساس کنم که پلکان ورم کرد، یه احساس سنگینی دارم. کلن هم خود عمل شد مثلا 10 دقیقه هم طول نگشت دیگه. کلن عمل راحتی بود. دوباره شم بهم گفتش که آب نزن به چشات و اینو قطرات رو استفاده کن، شنبه دوباره باید بیام. یه هفته بعدم که دیگه اون لنزر رو برمیدارم من تو چشم. سلام، چطورین؟ امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز اومدم یه آپدیت بدم. تقریبا من پنجشنبه عمل کردم، الان امروز شنبه است. بچه دو روز اول افتضاح بود، انقدر درد داشتم که اصلا هیچ افتضاحی واقعا. دائما چشم آب میومد، اصلا نمی‌تونستم چشم باز کنم، به صفحه گوشی نمی‌تونستم اصلا نگاه کنم، کلا هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم. من 3 روز دقیقا تو خونه فقط خوابم توی یه اتاق تاریک. بعد دیگه الان اومدم که چشام دوباره معاینه کنه. بخواه الان خیلی بهتر چشام میتونم باز کنم، ورمش کمتر شده. اون روز اول خیلی ورم داشت، عکس رو براتون میذارم ببینید که انقدر زیاد بود که اصلا نمیتونستم حتی بازش کنم. بعد دیگه همین پنجشنبه دوباره یه هفته بعد عمل باید برم لنز از چشام در بیارم، اون لنز پانسمانی که داره. همین دیگه، الان هنوز تار میبینم، یعنی گوشی نزدیکو که خیلی تار میبینم، دورم همچنان تار. خیلی دردناک بود، اصلا فکرشو نمیکردم عمل من درد داشته باشه. بین اومدیم اینجا چه هواییه بچه. من افرام جلوترین قسمت هواپیما رو با حال تر دادم دیگه. آقا سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. اومدم ادامه ولاگ عمل چشم بگیرم و کلا این سری توضیحات بهتون بدم در مورد سوالی که پرسیدین. اول از همه این که دکترم کی بود؟ دکترم سیامک زارای قنواتی توی مشهد بود. هزینه عمل من شد 26 میلیون تومان. ترنس بی آر کی بود. یه سری آزمایش هم باید شما قبلش انجام بدید، حدوداً تقریباً 3 میلیون تومان اینطورا میشه آزمایشاتون. بعد دیگه هزینه مثلا قطره و اون چیزا هم هست که دیگه اونا هم باید حساب بکنین. این از هزینه ها. و دکتر و اینا درد داشت؟ آره درد داشت واقعا. دو سه روز اول من خیلی صورتم و چشم ورم کرده بود و کبود شده بود، ولی بعدش دوباره خوب شد. شما یه 10 روز اینطور لنز پانسمان تو چشتون رو برش برمیدارم. بعد 1 ماه هم طول میکشه که دوران نقاهتتون طی بکنین و مثلا کامل چشتون خوب بشه. بعد حالا مثلا این چند وقت هم دیگه هر شاید برین چک ها بوهی چک کنن و مثلا بیناییتون و اینا رو. بعد دیگه این که سوالتون دیگه چیا بود؟ آها، بهتره که سنتون مثلا بالای 25 سال باشه و نمره چشتون یه مدت زمان زیادی ثابت بوده باشه که بتونین عمل بکنین. بعد دیگه این که من رفتم اونجا عمل کردم، برگشتم و دیگه بعد یه سری چیزا هم رعایت کنین دیگه، مثلا که تا 6 ماه
عینک بزنید تو آفتاب و نور و اینا، خیلی کار با گوشی و اینا نداشته باشین تو اون چند وقت اول که من خودم تو این خیلی خوب نیستم. بعد همین دیگه، خیلی راضیم بچه ها واقعا، همین الانش هم که مثلا خیلی مدت زمان زیادی نیست گذشته، من خیلی راضیم از عملم و واقعا یکی از بهترین کارهای بود که انجام دادم، چون من خیلی چشام ضعیف بود. پس اگه چشاتون خیلی ضعیفه حتما به فکرش باشین، بین انجام بدین، یکی از بهترین تصمیمات زندگیتونه. دیگه همینا، فکر نمی‌کنم چیز دیگه مونده باشه. حالا اگه سوال دیگه داشتین باز میتونین بپرسین. بعد دورایی هم که باید برین پیش دکترتون برای ویزیت بعد عمل، یه هفته بعد، یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد، شش ماه بعد، تا یک سال بعد هستش. یه دونه عینک یووی 400 هم باید بگیرین که اونم ازش بستگی داره به خودتون چه مدل و چه مثلا شکلی دوست داشته باشین. همین دیگه. بعد این که اینم بهتون بگم، اگه بیمه تکمیلی دارین حتما برای سوال بپرسید، شاید بیمه تون هزینه عملش رو بهتون بده. خب چون بعضی از بیمه ها میدن، حتی اینم به این سوال بپرسین که الکی پول مثلا خودتون دکتر اینا رو ندین. همین دیگه، امیدوارم که این ویلاگ به درستون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ.